טוב, שבת חגיגי בחיר. שלום לכם, המשך חבל חוש לשתי ראשים ועדי חתום ישראל. אפשר דר זה ראש חודש אב הסתים ובספח השתום ג'ולי הס סל 2014 השישום מורדד הסט אז זה לתאריך פרסי דר בין המצרים הסטים וזוהי הסקה לא יחוי ורחום ישראל נבודה אבטה כל הסט נביא במו כל דדה כי אין רוזה תבדיל משה ברוזה יום טוב ברוזה חוב בעזר השם הנה כה נשולאי הסט כה תראים מי בינים כן השם ברך מיוחד כה מסמון גאולה רבי עליה נשום דרים מידה הפתי דיגה שיעור מהדרים לא שם ושם שבת ששם ושבת שבת 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 תענית ואני מאמין שיעור ניסט פס שעת ההלכה כה בסטיגי והפתי דיגה דרה אלם מורור בכלים כה בדיון שכה בעד בכלים ברוך אתה אדוני, אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בבוא. אמן. טוב, זה שמרוס תנית בעלי. אבל תה, היום מדינים כה, תנית תשעה באב, מסל יום כיפור מיומונה. יעני, אז אס שורו מכונים, תע פעדה, בעד אז אם כה, שב בשם. ביסטו פניסה, ביסטו שיש סעד, כי תנית הסתים, תנית הסת כה סחתה, آسون نیست حتی از یوم کیپور هم سخت‌تره تشعه به آب چون خیلی گرمه و توی یوم کیپور هم دائم توی کلیسا هستیم تفیلا میخونیم حس نمی کنیم که چجوری وقت میگذره برای تشعه به آب نداریم چیزی برای این بله خوراکم فرق میکنه غذا به مصاده میتونیم بخوریم اینه که باید هر کسی که خاص به شما مشکلی داره از نظر بیماری باید از دکترش پرسجو بکنه سلام اصلاحات بکنه آیا مجاز هست تنیت بگیره یا نگیره و این خیلی مهمه ببینید هشمی براخ میخواد که ما خواستش رو انجام بدیم خواست هشم چیه؟ اول همه مشمرته معود دلم شده خیل اول همه هشمی براخ میخواد که ما جول خودمون رو نجات بدیم اول همه از همه چیز مهمتره روز شبات روز کیپور آدم مجازه شبات رو لخلل بکنه کیپور رو لخلل بکنه به خاطر اینکه جون نجات بده الان سربازامون که توی جبهه هستن اونا شبات واسهشون اصلا نیست هیچی ما آتش بزنیم آره جونمون در خطره جون قوم اسرائیل در خطره هیچ حسابی نمی کنن بدون قیدوش قضا بخونیم آره از نظر حتی بخواهن نتیلا بگرن برای نون خوردن احتیاج نداره نه از همه چی پاتور هستن چرا مشمارته مواد دلم شد خیلی یه خانومی که درد زایمان میگیرن ایشون بعد هم فارغ بشن به شعات و با روز شبات امبولانس رو دار بکنیم خب میگیم خانم بره یه نه من میخوام مادر من بیاد مادر بابا مادر مذهبیه چرا بیاد آیا مجازه که من مادر باشون بره ما خب مادر بره خب نه من میخوام شوهر من باب بیاد خب آقا شما بفرمایید مالده اون بلاس بشیم بریم نه خواهر من میخوام باد بیاد اگه میشه سه نفر خلیشی رفت شبات در خلیه بکنه بخاطر چی؟ آره چون یک زن زایمان در خطر هست در سکنت دپاشوت هست برابر این هرچی که بخواد باید انجام بدیم باسش هرچی که بخواد اگر که خیالش راحت تر از اینه که هم خواهرش هم مادرش هم شوهرش فقط دستش باشن خیالش راحت باشه این بهش کمک میکنه که از خطر در بده بزنشین برای مجازه اگر یه دیوار افتاده باشه روز شبات یا روز یوم کیپور یه دیوار افتاده باشه زیرش نمیدونیم آیا کسی هست یا نیست
اگر هم کسی باشه نمیدونیم یهودیه غیر یهودیه، اگر هم یهودی باشه نمیدونیم آیا زنده است یا دیگه تلف شده است. ببینید چند تا سفک داریم، امکان داره که کسی اون زیره نباشه، اگر هم باشه شاید غیر یهودی باشه، اگر هم که یهودی باشه امکان داره که تلف شده است، مرده رفته. آیا مجاز هستیم که خیرور شبت بکنیم به خاطر اینکه این دیوارا رو برداریم زیرش رو نگاه بکنیم؟ مجازیم، با وجودی که چند تا سفک هست مجازه. حتی 10 تا سفک باشه، 10 تا 10 تا سفک بگن که یعنی امکان داره که 100% اون کاری که بخوایم بکنیم جون نجات بدیم امکان داره توش نباشه اصلا. با وجود همین مجازه که آدم خیرش خیرون شبات بکنه به خاطر اینکه جون نجات بده. پس اگر اینجوریه پس ما جون خودمون که دست خودمونه آیا مجاز هستیم و خودمون رو توی خطر بندازیم، توی سفرک بندازیم؟ اصوله. حالا اگر افرمی هم بگه آقا ببین من وجدانم قبول نمی کنه، دلم نمیشتوه، اینجوری می گفتن شک داره. آه؟ شک اگر شک داره باید پیش دکترش بره، دکتر به خطر می گفتم از دکتر باید سلام اصلا بکنین آیا شما مجاز هستی تنید بگیرین یا نه. اگر دکتر بگه که آسور هسته که آسوره که تنید بگیرین، آسور که تنید بگیرین، چون دکتر شما رو بهتر میشه از هر کسی دیگه. دکتری که دکتر خانواده میدونی که هر هفته آدم پیشش هست، چند تا قرص میخوره، همه چی با چیزی بشه سرش گذاشته چی نگذاشته، همینا رو با دکتر میدونه. بنابراین خیلی باید آدم مواظب باشه خط میشه رو خودش توی خطر نندازه. ایمان از امشب دیگه مجاز نیستیم گوشت بخوریم، هیچ رو گوشتیم غذایی که از امروز مونده که گوشت با گوشت پخته شده کسی که بخواد بخوره مجازه. بهتره که به بچه های کوچیک بدیم، بهتره. آره، ولی کسی که بخواد، کسی که میدونه که سخت واسش، خیلی سخت واسش میدونه گوشت باشه، این غذایی که درست کردن امروز که با اجازه درست کردیم و توش گوشته، مجاز هست که آدم بخوره، اشکال نداره. پس همه رو گوشتی ممنوعه، گوشت مرغ و ممنوعه، ماهی مجاز هستیم که بخوریم. گوشت ماهی بهش میگن گوشت، ما بشنیم گوشت ماهی، ولی به زبان عبری بهش میگن گوشت. بنابراین این ماهی مجاز هستی که بخوریم. چرا؟ چون ماهی احتیاج به شخیطه نداره. ماهی، آدم ماهی رو از دریا میگیره و سرخ میکنه میخوره، ولی اون چیزی که شخیطه احتیاج به شخیطه داره، چون اون موقعی که بیتامین داشت ساخته بود، اون موقع به مذبح بود و روی مذبح قربانی میکردن، و این قربانی مثل چی میمونه؟ مثل این که کیبیخول انگار برای هشتمین بارک ما داریم قضا میبریم، انگار آقای هشتمین بارک قضا که نمیخوره که، ولی سفره هشتمین بارک پر گوشت بود اون موقع وقتی بیتامین داشت قضا بود. الان دیگه سفره هشتمین بارک گوشت نیست توش. پس اگر سفره هشتمین بارک توش گوشت نیست، پس ما اجازه نداریم که گوشت بخوریم. این به خاطر همینه که گوشت بسیم قدقنه. هفته دیگه از شب یک شبات مجاز نیستیم که همون بکنیم با آب گرم. کسی که بخواد با آب سرد همون بکنه مجازه. اگر بخواد یک کمی سردی آبو بشکونه که بتونه تحمل بکنه آب سردو، اونم مجازه، ولی به شرطی که ولرم نکنه آبو. آب ولرم مجاز نیست، فقط سرد باشه، ولی نه به اون صورت که آدمو اذیت میکنه، اون مجازه که آدم یک کمی شده آب گرم رو باز بکنه. لباس شسته شده رو که اگر نپوشیدیم هنوز، این لباس ها مجاز نیست که هفته دیگه ما بپوشیم. بنابراین این آقایون باید فکر بکنن. اما خانوم ها لباس رو جن امروز فردا، لباس رو هر روز نمیدن به شستشون،
ولی آقایون همیشه ما یه لبه پیرن میپوشیم تا وقت که پیرن کثیف بشه میذاریم توی لبان توی سیز توی زرفای چرت دوباره یه پیرن دیگه میپوشیم. اینجوری هستیم ما. بنابراین آقایون باید فکر بکنن همیشه حاضر بکنن که هفته دیگه لباس شسته شده رو نپوشیم. البته لباس تازه هم که مسلمه که مجاز نیستیم بپوشیم، اصلا اگر شسته شده که پوشیدیم بشه بار این اصولی که بجو بپوشیم، مسلمه که لباس تازه که تا رو نپوشیدنش اونم که قطعنه. چرا؟ چون اصولی که برای خودمون یه چیزایی بیاریم که خوشحالمون بکنه، یعنی باید یک کاری بکنیم که چیزی که خوشحالمون میکنه این کار نکنیم. چون هشم غمگین، هشم براخ خونهش خراب شده و 2000 سالی که خراب شده و هنوزم ساخته نشده، برابر این ما با هشم براخ سوگوار هستیم، این روزا باهاش چیز بکنیم، شریک هستیم در سوگواری هشم براخ. خب این هم مسلمه که دیگه موزیک هم که اصلا نمیشنوید، مسلمه گوش خوردنمون نه فقط روز تیش آبه آب اسوره، بلکه روز دهم آب هم هنوز مجاز نیستیم که گوش بخوریم. فقط یعنی روز سه‌شنبه که تیش آبه آب هست اسوره گوش بخوریم، روز چهارشنبه هم اسوره گوش بخوریم، تا شب پنجشنبه مجاز هستیم که گوش بخوریم. این اجازه تمیز کاری روز چهارشنبه میشه. بله روز چهارشنبه تمیزی که واسه مجاز کردن موزیک شنیدن و با گوش خوردنه. چرا؟ چون اصل بیت‌المقدس رو کی سوزوندن؟ روز تیش آب آب نزدیکای بعد از ظهر بود که رسیدن و آتش انداختن توی بیت‌المقدس. اصل سوزوندن بیت‌المقدس روز دهم بوده، چون اصل اون دهم بوده، برای این روز دهم ما هنوز ادامه میدیم یه مقداری از اون اولوت و از اون سوگوارمون رو ادامه میدیم که بستگی داره فقط به گوش خوردن و موزیک شنیدن، همین. بقیه چیزا مجازه بزن شد. روز شب آب تا ظهر باید روی زمین بشینیم. تا ظهر رو آدم مثل آبلین دیگه رو زمین باید بشینیم. کسی که نمیتونه رو زمین بشینه سختشه، میتونه روی یک چهارپایه کوتاه بشینه. اگر هم باز اون سختشه، خانمایی که مسن هستن نمیتونن بشینن، مجاز هستن که روی صندلی بشینن. چون هشم براخ گفته که ما جون خودمون رو باید نگه داریم، یعنی برای که خیلی سختشه، خانمایی که نمیتونه جا پایین بشینه سختشه، بنابراین میتونه روی صندلی هم بشینه. بزرش این براخت از خواب خیلی یکی از این بعضی از هست که نخمیر میکنن که روی تخت خواب نخوابن، رو زمین بخوابن، ولی احتیاج نداره، چون الان پسکیم گفتن که مجاز هستیم که روی تخت خواب بخوابیم. بعضی محمدی داره که تو اسرائیل، تو ایران هم حتی سنگ میذاشتن زیر سرشون و اینا رو، این میانه هگا رو احتیاج نداره که آدم انجام بده، احتیاج نداره. اون چیزی که بیشتر از اون چیزی که بهمون با خاخامین گفتن نیست، نداره بس خودمون انجام بده. روز چشاب آب نه فقط اصوله که آدم همون بکنه، بلکه دستش هم بخواد زیر شیر ببره، اصوله که آب به دستش بیاد. و نتیلای هم که روز تیش آب آب میگیریم تا اینجا، تا جایی که انگشتا تموم میشه، تا اینجا آب بریزیم و میتونیم نتیلت داریم بگیم و به خاطر شخریج مجاز هستیم این کارو بکنیم، ولی تموم دست رو اصول که آدم بشوره. خانمایی که غذا درست میکنن برای بچه هاشون احتیاج دارن که دستشون تو آب باشه، مجازه. خانم میتونه دستشو تا بکنه. چرا؟ این شستن نمیدونم میوه ها و سبزیجات و اینا به این نمیگن رکیتشن هنه آب، یعنی خانم دستشو نمیکنه تو آب که بخواد لذت ببر از این موضوع. بنابراین اگر رکیتش مال هنه آنیست مجازه. همونطور کهانین کسی که بخواد بزنه میتونه بزنه، ولی کسی که خانمی که نمیتونه با کفات کار بکنه، یا خانمی سختشه نمیتونه، میخواد قضا درست بکنه، همه چی بچه ها گرسنه هستن، احتیاج نداره نخمیر بکنه. همونطور کهانیم که
روی دستشون بعد آب ریزن و نتیره بگیرن برای بیکت کهانیم، کهانه هم مجاز هستن تا آخر دستشون آب بریزن. چرا؟ به این نمیگن رخیصه شل هنعه، چون این نمیگن رخیصه شل میتوه مجازه. کفش، کفش چرمی روز تیش آبه آب از سوره که آدم کفش چرمی نمیشه. چرا؟ چون خخمیم اسکونه میتون خخمیم اومان گفتن که آدم باید خودشو یک کمی زجر بده، همونجور مثل یوم کیپور، همونجور تیش آبه آب. پس کفش چرمی هم از سوره باید کفش آدم چرمی کفش پارچه‌ای مجازه که آدم بپوشه، کفش دمپایی اینو خط بپوشه، این چیزا مجازه، کفش چرمی نپوشه به جزاستون بلاخت. خب این چیزاییست که برای تیش آبه آب خود از این بود بهتون بگیم. پارشای که خود نیست پارشای مسئه دیدیم تو پارشا یه پاسوک هست که خیلی عجیبه. نوشته یه سیدور به من بدیم ببخشیم آشقایی بکنم اینجا هست سیدور همون توی سیدور هم پاسوکه هست. بله پاسو که نوشته و اختوب باشه اد متعهم لمسعهم الپی ادونای و ال مسعهم لمتعهم. یعنی یه دفعه نوشته متعهم لمسعهم، یه دفعه نوشته مسعهم لمتعهم. تا اون به پارشنیم تورا نوشته چرا این موضوع خیلی جر رو بست میکنن واسه چی تورا اولا دو بار باید بنویسه و چرا عوضی جاهاشون رو عوض کرده. دوباره یه پاسو دیگه هست ال مسعه بن اسرائیل اشهد یسوع مرس مصرحیم بسیم اتهم به ید موشه و اهرون. تورا میخواد به ما بگه اینو بدون قوم اسرائیل کی اومدنشون بیرون؟ موشه و اهرون. تورا شما نمیدونستیم تا اینجا میدونستیم یا نمیدونستیم؟ پس تورا چی میخواد به ما بگه که موشه و اهرون قوم اسرائیل بودن بیرون؟ خب اینو ما میدونیم، چیزی که نیست که ندونستیم. ما میدونیم که تورا خیلی چیزا رو خیلی دقیق میخونه، خیلی خلاصه میکنه تورا. و چرا این وقت اینجا بیشتر از 50 تا پاسوک نوشته و یا خانوم و ایساو و یا خانوم و ایساو؟ واسه چی تورا اینقدر با این جاها رو طولانی میکنه؟ جایی که رفتیم، جایی که نشستیم، جایی که واسدیم، همین رو واسه چیه؟ چرا تورا اینقدر طولانی میکنه؟ و موشه و اهرون اینجا واسه چی تورا بهمون میگه؟ این یه سوالایی است که مفسرای تورا سوال میکنن و جوابای خیلی قشنگی هم دارن که بهمون بدن. بذارشین برخ یکی از مفسرای تورا به نام سفورنو، سفورنو می نویسه که تورا تمام این 42 تا جایی که تو قوم اسرائیل آمدن نشستن رفتن نشستن رفتن، اینو به خاطر قوم اسرائیل تو را می نویسه اینو که به ما بگه که قوم اسرائیل رفتن توی بیابون جایی که هیچی نیست، نه آب هست نه نون هست هیچی، و 40 سال در میدبار بودن در بیابون، 42 جا اینا جاهاشون رو عوض کردن، نشون بدن که چقدر قوم اسرائیل چقدر ایمان داره به هشه، چقدر قوم اسرائیل الپی هشه میساو الپی هشه میخنو، هر جای که هشه میبرخ میگفت اینا میرفتن. پس برای قوم اسرائیل تورا این 42 تا مساوات رو نوشته. ربنو به حیه یکی از بزرگای مفسر تورا هست، حدود 1000 سال پیش دیگه میشد. ایشون می نویسن که تورا اگر که نوشته متعهم لمسعهم مسعهم لمتعهم، این قبل از که ربنو به حیه بگه بگم اینا بتون همه گید میدونم، ایشون یه مثل میاره خیلی قشنگ. یه نفر بود که بچه داشت، چند تا بچه داشت، این خانومش فوت میکنه، بچه ها کوچیک هستن، میره با یه زن دیگه ازدواج میکنه،
خلا خیلی میدونیم که زن بابا اصولا همیشه خوب نیست. این زن بابا خیلی 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 خشن بود، خیلی بچه ها رو اذیت میکرد. خلاص این بابا یه روز برای میشه میره برای کارش یه شهر دیگه با اون کسی که با هم کار میکنن بیشتر صحبت کردن، گفت من پسر بزرگ شده، پسر دیگه وقتش رسیده، دنبال این شیدوخ میگردم. اون طرف هم میگه منم یه دختر دارم، اونم به سن سن و سال رسیده. خلاصه شروع میکنن با هم دیگه چیز کردن و با هم دیگه معامله میکنن که این دوتا با هم دیگه ازدواج بکنن. پدره برمیگرده خونه، میاد به پسرش میگه پسرم خوشحال باش، مبارک باشه، یه زن واسه پیدا کردم. خب سلام خوشحال میشه. خلاصه که قرار میشه که برن اون شهره، سه روز دیگه شهرها قرار میذارن که زن توی با کارسکه بشینن برنش اون شهره. تو راه که میرن پسره از دروش که چه میپرسه، ببینم چقدر از خونمون دور شدیم. طرف میگه 80 کیلومتر مثلا. خب خوشحال میشه پسره. پدره 5 دقیقه دیگه میپرسه از دروش که چیه، آقا چقدر دیگه وقت داریم تا به اونجا برسیم، به اون شهر برسیم؟ میگه 300 کیلومتر دیگه داریم. خب حالا مگه دوباره سوال میکنه چرا پسره اینجور سوال میکنه، چرا پدره اینجور سوال میکنه؟ پسره که نمیدونه چی منتظرشه، هنوز دختره رو نایده، شهره رو نایده، نمیدونه چی منتظرشه. تنها منظورش چیه؟ از اون زن بابای شرور دور بشه. از پس اگر بخواد از اون زن بابای شرور پس چی سوال میکنه؟ چقدر از خونه دور شدیم؟ چرا واسهش مهمه که از اونجایی که واسهش بد بوده چقدر دور شده؟ ولی پدره واسه چی مهمه؟ مهمه اینه که به اونجا برسه. چرا؟ چون پدره هم پدره دختر رو دیده، هم دختر رو دیده، هم خانوادشون رو دیده، همه چه میدونه که به چی داره میره، به طرف چی داره میره. بنابراین این پدره سوال میکنه چقدر دیگه داریم به اونجا برسیم. روی این بنا تورا می نوشته این ملتعیم لمسعهم، یعنی قوم اسرائیل از مصر آمدن بیرون بخاطر اینکه به چی؟ بخاطر اینکه به ارض اسرائیل برسن. بعدش هم نوشته این لمسعهم لمسعهم، یعنی که قوم اسرائیل دارن میرن به طرف اسرائیل، ولی از کجا در آمدن؟ از مصر. پس موشه ربنو واسه چی مهم بود؟ موشه ربنو واسه چی مهم بود که قوم اسرائیل به ارض اسرائیل برسن؟ پس واسهش مهمه متعهد مسئله، ولی اسرائیل نه، اسرائیل واسهش مهمه چقدر از مصر، از اون بدیای مصر دور داره میشه. بله اینو مگه میدونم میگه. حالا ربنو به حیه میاد میگه یه چیز دیگه، میگه ببینین این تورا این مسائلی که نوشته فقط واسه اون موقع نبوده، نه تورا میخواد بگه ببین همون جوری که قوم اسرائیل از مصر نجات پیدا کردن، همون جوری هم گئولایی که باید به سر قوم اسرائیل بیاد همون جوریه که یه صدقه مهرس میسرائیم هر اینو میفرهات. ما توی کتر تو مصاب چی میگیم؟ هنگارتی ادخم اخرید کلشید، یعنی چه؟ هشم براه میگه ببین من شما را نجات میدم همون جوری که بار اول نجاتتون دادم از مصر، و اون نجات آخری هم گمرای آخری هم که بیاد همونجور مثل مثل میمونه. پس اگر 42 تا مساعد قوم اسرائیل توی بیابون انجام دادن، تورا میخواد به ما بگه ببین همون مساعد که اون موقع بوده، هر یهودی به روبه خودش تا بخواد به گئولای شلما برسه باید 42 تا مساعد رو طی بکنه، هم به نوبه خودش هم به اون هم کلن، یعنی هر کسی یک مشکلای مخصوص به خودش داره، هر قوم اسرائیل مشکل کلی دارن. این مشکلات چیه؟ اینا مساعاته، مساعاتی که قوم اسرائیل اون موقع رفتن اسمشون چی بوده؟ اسم مساعات مثلا میتکا یعنی چه؟ میتکا از ماتوک میاد، ماتوک یعنی شیرین، درسته؟ یا یه جایی رسیدن نوشته خرده، خرده یعنی چه؟ خرده یعنی ترس. پس به یه جایی رسیدن به نام خرده، یا به جایی رسیدن کیبرو تا تعبه، کیبرو تا تعبه یعنی چه؟ یعنی اون حواسشون رو قبل کردن اونجا. پس
یا یه جایی نوشتن نسیم شده نوشته مارا. مارا یعنی چه؟ یعنی تلخ. درسته یا نه؟ پس تمام این اسم این مساعد برای اون موقع نبوده، برای آخر عقبت این قوم اسرائیل این هست. آدم هر کسی واسه خودش یک زمانی رو طی میکنه، یعنی عمرش طی میشه. چجوری؟ بعضی موقع شیرینه، بعضی موقع تلخه، بعضی موقع ترس داره، بعضی موقع تعبا داره، باید قبر بکنه، نباید بزیده رو تباهاش روی تباهی حوثش بره جلو. تموم اینا مساعده. پس تورا میخواد بگه ببین که اون موقع فقط نیامود که فقط مساعده انجام دادم. پس این چی میشه؟ این متصاعد مسئهم، یعنی وقتی که از مصر آمدیم بیرون رفتیم برای مساعد متصاعد مسئهم، و مسئهم متصاعد یعنی که باید یک راهی رو طی بکنیم تا برسیم به چی؟ به متصاعد. متصاعد یعنی چی؟ یعنی از گالوت در بیاییم. بخواییم از گالوت در بیاییم باید یه مساعدی رو طی بکنیم، یه راهی رو طی بکنیم که اون راه چیه؟ همون مثل خروج از مصر میمونه. بله تورا میخواد به ما ایمان بده. اینو بدون همون جوری که قوم اسرائیل از مصر من از مصر رو بردم، من شما رو از گالوت در میارم. فقط ایمان داشته باشین. این الان داریم به چشم خودمون داریم میبینیم کشید برخ داره یواش یواش یک کاری میکنه که داره دنیا را اصلا داره نشون میده که کشید برخ با ما هست. یعنی هیچ جنگی اینجوری نبود که اینقدر کشید برخ کمک کرده به قوم اسرائیل. یک نسیمی شده الهی که همه دنیا دارن اینا میگن. حتی خود اون رؤسای حماس ازشون پرسیدن آقا شما مگر بلد نیستین نشونه بگیرین؟ چرا تمام موشکاتون تو جای چیز میفته، جای جای باز؟ چی میگه؟ میگه خدای اینا این راه موشکای ما را عوض میکنه. حالا چی میگن؟ میگن خدای اینا خودشون میگن علاو اکبر. یعنی چه؟ هشم یکیه علاو اکبر. چی میگن تو اشهدشون؟ نه غیر از هشم باقی چیز دیگه نیست. پس چرا به خودتون نمیایین؟ چرا نشینین فکر بکنین ببینین هشم باقی چقدر دوست داره قوم اسرائیل؟ هشم باقی چشمشون رو داره کور میکنه. هشم باقی داره به ما کمک میکنه. ببینین چند بار آتش بس گفتن که ما آتش بس بکنیم کردیم، ولی اینا نمی کنن. چرا نمی کنن؟ چون هشم برخ نمی خواد که اینا بکنن. قلبشون سنگ می کنن به خاطر که هشم برخ بخواد نجاتمون بده. حالا این ستا بچه هایی که کشته شدن هشم میکنم دامم، ما هم نشسته بودیم فکر می کردیم چرا اینقدر اشتباه کردن، چرا آمدن ترپ گرفتن، چرا کشتنشون، همین سوالا هست. ولی الان داریم میبینیم که چجوری هشم برخ میخواست چشم سران اسرائیل رو باز بکنه. ببین چقدر اسرائیل تو خطره. بزخوت اونا الان تموم این چیزها که داره میشه همه زخوت اونا هست. پس ببینیم چقدر هشم برخ هر کاری که میکنه خوب درست میکنه. هر کاری که هشم برخ انجام میده توش یک حکمت بزرگی هست. پس چرا توی زندگی خودمون اینجوری فکر نمی کنیم؟ چرا به جایی نمی رسیم که بگیم هر کاری هشم میکنه درست کرده؟ هنوزم بعضی موقع دور از جونمون ناله می کنیم، ببخشید. بعضی موقع هنوز آدم هنوز گلگی داره. چرا از هشم گلگی می کنیم؟ اگر بفهمیم که هشم برخ اون خودش بهتر میدونه راه ما چی هست، اون خودش بهتر میدونه ما چه راهی باید بریم، راه میتکا باید بریم، راه خرده باید بریم، راه کبرات تعبه باید بریم، اون میدونه، ما نمیدونیم. پس اگر اینجوریه چقدر باید خودمون رو قوی بکنیم، چقدر ایمانمون باید قوی باشه که به این که از این راهی که هشم برخ داره ما رو گذاشته باید این راه بریم.
و چاره‌ای هم نداریم، نه که چاره‌ای نداریم، چاره‌ای نداریم، چون رشید براخ خوبیمونو میخواد. متاسفانه کسی که گلگی میکنه تمومه اون زخوتی که باید داشته باشه روی این برنامه های کشم باید خواستش کنشته، زخوتی از دست میده. اون چیزی که باید هشم براخت بهش بده اون از دست میده. یه بار مستون تعریف کردیم